در سکانس اول لیزا رو میبینیم که داره برای اولین بار دخترش جولی رو به مهد کودک میفرسته. جولی با دوتا دختر دیگه به اسم کایلا و سم دوست میشه. میچل پدر کایلا و هانتر پدر سم هم اونجا هستن و این سه نفر تصمیم میگیرن با هم دوست بشن چون بچه هاشون هم همین تصمیم رو گرفتن. جولی، کایلا و سم با هم بزرگ میشن. حالا جولی یه نوجوونه و میبینیم که از خواب بیدار میشه تا با مادرش لیزا به پیاده روی بره. بعد از برگشت حاضر میشه تا به مدرسه بره. در همین حین به مادرش میگه که برای شب مهمونی دبیرستان استراب داره. اما اون بهش میگه جای نگرانی نیست. بعد جولی میپرسه اشکالی نداره که به کالج بره؟ و لیزا با چشمای اشک‌آلود میگه نه. در صحنه بعد میچل و همسرش مارسی رو میبینیم که دارن در مورد دخترشون بحث میکنن. مارسی به میچل میگه نباید به دخترشون سخت بگیرن چون اون حالا یه نوجوونه. بعد کایلا، سم و جولی توی مدرسه همدیگر رو میبینن و جولی و دوست پسرش آستین همدیگر رو میبوسن. جولی به پیش دوستاش میره و بهشون میگه که امشب قراره با آستین کلی خوش بگذرونه. با شنیدن این حرف کایلا هم تصمیم میگیره همین کارو با کانر کنه. با این حال سم میگه که فعلا برای این اتفاق آمادگی نداره اما قول میده که کاری دیگه برای خوشگذرونی انجام بده. سم تصمیم میگیره که با چند به مهمونی دبیرستان بره. در حین صحبت سم یه دانش آموز دیگر رو میبینه. آنجلیکا که از اون طرف سالن داره عاشقانه بهش نگاه میکنه. بعد از اون جولی به خونه برمیگرده و یه نامه رو توی صندوق پستی پیدا میکنه و وقتی اون رو باز میکنه متوجه میشه که برای ادامه تحصیل در دانشگاه کالیفرنیا قبول شده. تصمیم میگیره چیزی به مادرش نگه چون میدونه چه واکنشی از خودش نشون میده. در خونه یه سم مادرش برندا و ناپدریش فرانک باهاش در مورد روابط دوستانش بعد از دبیرستان حرف میزنن و میگن که ممکنه بعد از فارغ التحصیل دیگه نتونه با کایلا و جولی دوست باشه چون زندگی همینه. در خونه یه جولی، لیزا در حال بررسی لباس جولی برای مهمونیه. جولی در مورد قبولی دانشگاه بهش میگه اما لیزا فکر میکنه که این یه شوخیه و میگه دانشگاه شیکاگو خیلی بهتره. توی خونه کایلا چشمای میچل پر از اشک شده چون دخترش دیگه بزرگ شده. یکم بعد کایلا و والدینش به خونه لیزا میان و سم، فرانک و برندا هم حضور دارن. همشون داره هم جمع شدن تا یه مهمونی کوچیک به مناسبت فارغ التحصیلی بچه‌ها بگیرن. جولی از اتاق بیرون میره و لپتاپو که به تلفنش وصله روشن میذاره. جولی و کایلا شروع به بحث در مورد برنامه‌هاشون برای شب میکنن. سم هم که نمیخواد عقب بمونه، تصمیم میگیره اون شبو با چد بگذرونه. چند لحظه بعد پدر سم با یه لیموزین وارد میشه. سم از دیدنش متعجب میشه و ازش استقبال نمیکنه. لیزا هم از دیدن هانتر متعجب میشه چون دعوتش نکرده بود. فرانکو برندا برای استقبال میان و اوضاع هی بدتر میشه. بعدش لیزا به اتاق جولی میره و نامه پذیرششو میبینه. بلافاصله کایلا، سم و جولی همراه دوست پسراشون سوار لیموزین میشن که برن. لیزا سعی میکنه با جولی حرف بزنه اما جولی با عجله اونجا رو ترک میکنه. راننده یه لیموزین خودشو به بچه‌ها معرفی میکنه و میگه از این لحظات نهایت استفاده رو ببرن. لیزا و میچل تصمیم میگیرن در مورد پذیرش جولی صحبت کنن که صدای لپتاپ رو از اتاق میشنون و میرن تا ببینن چه خبره. در همین حین هانتر از توالت بیرون میاد و هر سه چت بچه‌هاشون رو میبینن و میفهمن اوضاع از چه قراره. والدین از تصمیم بچه‌ها با خبر میشن و تصمیم میگیرن جلوشون رو بگیرن. اما هانتر میگه بهتره توی کارشون دخالت نکنن. توی مسیر هانتر به بقیه میگه سم نمیتونه این کارو بکنه چون تمایلاتش فرق داره. بقیه متعجب میشن اما اون میگه وظیفه‌شه که همه چیزو در مورد دخترش بدونه. جولی و دوستاش به مدرسه میرن و شروع به خوشگذرونی میکنن. سم آنجلیکا رو میبینه و باهاش حرف میزنه. اون بهش میگه با رفیقش به هم زده و بالاخره وقتی با یه مرد باشه میفهمه که چی میخواد. در همین حین کایلا به کانر میگه که آماده است و بعد والدین سر میرسن و دنبال بچه‌ها میگردن. بچه‌ها تصمیم میگیرن که مهمونی رو ترک کنن و به کلبه کنار دریاچه برن. هانتر موقعی رفتن کایلا و جولی رو میبینه اما به بقیه چیزی نمیگه. ولی وقتی سم رو میبینه که داره چد رو میبوسه نظرش عوض میشه چون نمیخواد سم کاری کنه که از انجامش پشیمون بشه. در صحنه بعد بچه‌ها رو داخل لیموزین میبینیم که به سمت کلبه میرن. والدین به خونه میچل میرن تا آدرس کلبه رو پیدا کنن اما مارسی مچ اونا رو میگیره و آدرس رو بهشون نمیده. بهشون میگه بچه ها حق داشتن حریم شخصی رو دارن اما لیزا حواسش رو پرت میکنه تا میچل آدرس رو پیدا کنه. مارسی سعی میکنه جلوی اونا رو بگیره اما اون سه تا فرار میکنن. والدین به کلبه میرسن. بچه ها هم داخل کلبه در حال خوشگذرونی هن. بعد پلیس ها سر میرسن و همه ی دانش آموزا فرار میکنن. والدین هم سوار ماشین میشن و لیموزین رو تعقیب میکنن.
سام سرش از ماشین بیرون میاره تا بالا بیاره، اما ماشین لیزا رو کثیف میکنه و باعث میشه نتونن جلوشون رو ببینن و تصادف میکنن. بعد والدین میفهمن که تنها راه برای پیدا کردن بچه‌ها چک کردن تلفن رانه. هر سه نفرشون به خونه ران میرن تا تلفنش رو بدزدن. گوشی رو پیدا میکنن و متوجه میشن که بچه‌ها به هتل رفتن و بعد به سرعت خودشون رو به هتل میرسونن. آستین به کایلا میگه که به خاطر دعوای جولی با مادرش حال چندان خوبی نداره و کایلا بهش میگه کلید اتاق رو بهش بده و 15 دقیقه دیگه جولی رو بیاره توی اتاق. لیزا میبینه که کایلا از اتاق بیرون میره و بعد از رفتن اون وارد اتاق میشه. به محض ورود و دیدن تخت خواب متوجه میشه که داره اشتباه میکنه. اما درست وقتی که میخواد از اتاق بیرون بره، صدای جولی و آستین رو میشنوه. سریع زیر تخت قایم میشه. اونا شروع به بوسیدن هم میکنن بدون اینکه بدونن لیزا زیر تخته. میچل هم که به دنبال کایلاس وارد اتاق میشه و سم و چتر رو روی تخت میبینه. اما اونا متوجه حضورش نمیشن. صحنه بعدی کایلا و کانر رو توی اتاق خودشون نشون میده که کلی داره بهشون خوش میگذره. اما کایلا متوجه میشه که الان زمانش نیست و این رو به کانر هم میگه. هانتر چد رو میبینه و دنبالش میکنه. در همین حین میچل کایلا و کانر رو پیدا میکنه، اما کایلا بهش میگه هیچ اتفاقی بینشون نیفتاده. کانر از اتاق میره بیرون تا اونو با هم صحبت کنن. کایلا به میچل میگه که لازم نیست همش دنبالش کنه چون اونو خوب تربیت کرده. توی اتاق جولی لیزا متوجه میشه که این دوتا همدیگر رو دوست دارن و بعد خیلی آروم از اتاق بیرون میره. در همین حین هانتر هم سمو پیدا میکنه و اون بهش میگه که هیچ اتفاقی نیفتاده. سم به هانتر میگه که تمایلاتش فرق داره و هانتر خیلی متاثر میشه چون اولین نفریه که سم این رازو بهش میگه. هانتر اصلا میخواد که دوستاشو در جریان بذاره. هانتر، لیزا و میچل توی لابی همدیگر رو میبینن و با مرور اتفاقای شب میفهمن که چقدر به بچه هاشون افتخار میکنن. بعد جولی دوستاش هم همدیگر رو میبینن و کل غذایای شب رو برای هم تعریف میکنن. سم هم به دوستش میگه که تمایلاتش فرق داره و اونو ازش حمایت میکنن. بعد از این آنجلیکا سر میرسه و سمو میبوسه. سه ماه بعد سم و کایلا جولی رو تا کالج همراهی میکنن و بعد از رفتنشون پیامهایی رو توی گروه چت دریافت میکنه. والدین میفهمن که بچه ها قصد دارن رابطه یه محافظت نشده داشته باشن و عواقبش رو بپذیرن. اونا با عجله به سمت ماشین میرن تا جولی یا بچه ها رو بگیرن. اما بعد پیامکی دریافت میکنن که میگه همه چی یه شوخی بوده. در صحنه آخر کایلا والدینش رو در حال خوشگذرونی میبینه و جیغ میزنه. برای دیدن کامل این فیلم عضو کانال تلگرام ما بشید. ممنون از شما که تا اینجا با ما همراه بودید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.